آقای محمد هاشمی میگه که ما در این انتخابات رهبری رو باید به هنهن بندازیم. بهزاد نبوی میگه سعی کنید احمدی نژاد را کاندید رهبری معرفی کنید که اگر شکست خورد رهبری شکست خورده است. ما یک بار این کار را در خرداد 76 انجام دادیم، ضربه سنگینی بود و به سختی از جا بلند شدن. منظورشون آقاست. الان باید ضربه نهایی را به رهبری بزنیم. یا از این مباحث زیاد داریم که صندلی را باید زیر پای رهبری کشید، خش را باید زیر پای مقام معظم رهبری کشید. این کجا داره حرف زده میشه؟ تو اتاق جلسات، تو این اتاق مجمع روحانی. بهزاد نبوی میگه که از لجبازی هاشمی با احمدی نژاد باید حد اکثر استفاده رو ببریم، از بحث شورای فقاهت هاشمی باید حمایت کنیم و رهبری را منظمی کنیم. یه جلسات دیگه ای تحت عنوان جلسات دوشنبه برگزار میشه. دو سال برابر این جلسه داره برگزار میشه. تو این جلسات جناب آقای افتحی، لاری، تاج‌زاده، امین‌زاده، آقای محمد سعد، آقای رضای خاتمی، آقای شریعتی سعید، آقای دهاقانی، عرب سرخی، نعیم‌پور، خانیکی، میردامادی و حسین باقری حضور دارن. دوشنبه ها اینا دور هم میشن دارن طراحی میکنن که هیچ کدوم از ماها و شماها برای همین امورات مقدس فرهنگیتون دو سال دور هم دیگه نمیشینید هر هفته جلسه بذارید. خیلی طرحتون عالی باشه و خیلی هم پشتیبانی داشته باشه و خیلی هم برخوام براتون حائز اهمیت باشه، 4-5 و 5-6 ما میشینیم دور هم جلسه میذاریم، بعد یواش یواش به بوته فراموشی سپرده میشه. تو این دو سال حالا من عرض میکنم که چه اقداماتی تو کشور انجام شده در حوزه های مختلف مسائل سیاسی فرهنگی اجتماعی در ارتباط با تحقیر نظام، دولت، رهبری، صدا و سیما، نیروهای مسلح، شورای نگهبان، تمام این اتفاق تو این جلسات داره طراحی میشه برای اینکه بعد زمینه رو در افکار عمومی اینا آماده بکنن که در آستانه انتخاب بتونن 13 میلیون رای بیارن و اینکه بتونن اقدامات خیابانی خودشون رو شکل بدن. این یک شب و دو شب و یک ماه دو ماه محقق نمیشه، محصول اتفاقاتی است که تو این جلسات تصمیم گرفته شد و این تصمیمات یکی پس از دیگری در کشور تو این چند سال اجرا شد و ذهن مردم رو برد به این سمت که اینا آماده باشن پشت سر اون چیزی که نامد نظرشون هست سفارایی بکنن. آقای خاتمی از زمانی که از ریاست جمهوری کنار رفت بنیاد باران رو تأسیس کرد و تو این بنیاد باران 1200 نفر اساتید دانشگاه، وزیرا، معاون وزیرا، مدیر کلا، استاندارا، فرماندارا، بخشدارایی که با ایشون ارتباط داشتن، با ایشون همسو هستن، ایشون رو ساپورت میکردن، تو کمیته های مختلف کارهای مطالعاتی انجام میدن و این کارهای مطالعاتی محصولش در اختیار آقای خاتمی قرار میگه برای اینکه آقای خاتمی اکتیو باقی بمونه برای برگشت به قدرت. آقای افتحی میگه که تمام این زحمات آقای خاتمی تو این 4 سال تمام برای این دو نکته بود: یک، به کشورهای آمریکایی، اروپایی، عربی ثابت بکنه و بفهمونه به اونا که رئیس جمهور قدرتمند آینده ایران خاتمیه، و از طرفی هم در داخل این آمادگی براش باقی بمونه که اگه خواست به قدرت برگرده از این جلسات و از این کمیته بهره لازم رو ببره. خب تو این جلسات عمده تصمیماتشون برای برگشت به قدرت برای این بود که بتونن زمینه فراهم بکنن برای اصلاحات و خاتمی برای برگشت. این زمینه در حوزه‌های مختلف تصمیمش گرفته میشه و در کشور یکی پس از دیگری به ظهور میرسه.